حضرت آقای حاج علی تابنده محبوب علی شاه قدس سره العزیز الفاتح. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب پند صالح، مبحثی از پند صالح، یک قسمتی رو قبلا خوندیم. ما باقی مونده عنوان این مبحث رو ایشون گذاشتن اخلاق. لغت اخلاق در عربی جمع خلق، جمع خلق خلق هم هست، در فارسی این معنایی داره که خب متداول میدونیم. به هر معنا بگیریم، در این مبحث ایشون در واقع مجموعه روحیات و اخلاق که یک درویش باید داشته باشه ذکر فرمودن. بلکه این مجاهده با نفس و شیطان باید به عزم اراده، با استعداد از باطن بزرگان و کمک ایشان و آبیاری لطیفه ولایت که در دل مؤمنین است، که شأن علویت علی علیه السلام است و اتصالاً مؤمن را از تاریکی جهل و عالم تبع به نور تجرد و علم می کشاند و کار کن در وجود غیر او نیست که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. با جذبه شوق و محبت ایمانی انجام گیرد و به ذوالفقار ذکر و فکر که عنایت شده، تیشه به ریشه نفس زده، بستگی و انس دل را به یاد خدا نموده، که خورده خورده دوستی دنیا که زاییده انانیت و خودسری و ریشه هر خطا و مایه اخلاق زشت است کم گردد، که اقتدار بر نفس پیدا کرده و بتواند از ظهورات اون جلوگیری کند تا از بین برود و تا این حال دست ندهد، پسند مولا که میزان نیکوی اخلاق است نگردد، چرا که تکلیف و رفتار در موارد فرق کند و موردی اشداء میپسندد و جای دیگر باید رحما باشد و میان روی به عقل و هوش ناقص معلوم نگردد، جز اون که دل جای خدا شود و حق حاکم بر دل که حاکم بر تن است گردد. دنباله مطلب قبلی بود که فرموده بودند که با کتاب درست اخلاق رو
در کتب نوشتن، کتب اخلاقی زیاد نوشته شده که مشهورترینش اخلاق ناصریه مال خواجه نصیرالدین طوسی و به صورت متفرق هم مبانی اخلاقی و دستورات اخلاقی در کتب دیگه، در کتب عرفانی، در کتب مذهبی ذکر شده است. ولی خوندن به کتاب ظاهر نیست، کافی نیست. البته خوندن به کتاب، در کتاب خوندن زمینه فکری و به قول امروز ناخودآگاه انسان را آماده میکنه برای پذیرفتن. این که سقراط میگوید که بد کردن و گناه کردن در نتیجه جهل است، صحیح است، ولی نه جهل به این مطالب. والا بسیار کسانی هستند کتاب اخلاقی نوشتند و می نویسند یا ولی خودشون به اون طریق نیستند. به قول قرآن در مورد اینا می فرماید اتنسون الناس بالبر اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، آیا مردم رو به خوبی و نیکی امر میکنید ولی خودتون رو فراموش میکنید؟ خب در تاریخ ادبیات جهان هم مینویسن اون فیلسوف انگلیسی از فیلسوف مشهوری کتاب‌های فلسفی اخلاقی هم بسیار نوشته ولی خودش چندین بار به جرم کلاهبرداری زندانش کردن. این البته محتاج به استدلال نیست، ما در خود ما محسوس از جامعه ما می‌بینیم و حتی در خودمون می‌فهمیم که کتاب اخلاق خوندن کافی نیست، مگر این که قبلا زمینه فکری انسان آماده باشد و این کتاب اخلاقی که بخواند اون شقی رو که با زمینه فکری انسان مناسب است او رو انتخاب بکنه. چون که کتاب کافی نیست می‌فرمایند باید با استمداد از باطن بزرگان، از باطن اولیاء الله قدرت پیدا کرد بر نفس و بعد که در این قدرت پیدا کردیم اون وقت میتواند کم کم این نفسی رو که 700 سر است هر سری زار شد اون سر رو بکشد. در اون سوره شمس و شمس خداوند می‌فرماید و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها الی آخر، 11 قسم می‌خورد خداوند در اینجا. بعد می‌فرماید در چیز و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. نفس رو که خداوند آفرین
نفس در اینجا بیشتر به معنای وجود خودش هست. فالهمها و فجورها و تقواها، خوبی و بدیش رو به خود او الهام کرد. این الهام رو خداوند میکنه، منتها ما باید با استمداد از باطن بزرگان و با استمداد از جنبه ولایتی و بیعت ولایتی که داریم آماده قبول اون الهام باشیم. الهام همیشه هست، الهام خداوند. گیرنده ما باید منطبق باشه. این گیرنده رو چجوری میتونست منطبق کرد؟ اولا همیشه انسان بیاد خدا باشه. وقتی فی المثل شما در رادیو میخواید یه برنامه ای رو که در فلان ساعت یا ساعتشو نمیدونید منتشر میکنه بدونید. برای اینکه آماده باشید برای گرفتن این، رادیوتون موجش منطبق میکنید با اونجا و روشن نگه میدارید. ولو شما خواب باشید این رادیو روشن از کارش میکنه. در اون موقعی که اون برنامه شروع میشه اگر هم خواب باشید شما رو بیدار میکنه صدایش. ما هم در واقع با یاد خدا و با ادامه ذکر مادامی که بیداریم دقیقاً در واقع خودمون رو آماده میکنیم برای اینکه الهامات الهی رو بپذیریم. و هرگاه این توجه به لطیفه ولایت داشته باشیم در خواب هم که باشیم به موقع همون لطیفه همون الهامات ما را بیدار میکنه. در عبارت لا فتا الا علی در این اول این عبارت بزرگواری و فتوت یعنی مردانگی رو به علی نسبت میدهد. علی در اینجا بعضی ها خب ایراد میگیرن به این که چرا نمیگه نگفتن لا فتا الا محمد مثلا. البته وقتی ما میگیم لا فتا الا علی اگر منظورمون علی نبی طالب بزرگوار است باید بیاد بیاریم که خود علی فرمود انا عبد من عبید محمد، من یک غلامی هستم از غلامان محمد. یعنی اون چه داره علی از اون شده. منتها علویت علی ما به این جهت تکرار میکنیم برای این که ما از نبوت محمد رو قبول کردیم درجه بیشتری میخواییم. میخواییم زیر نظر همون مکتب او و تحت نظر یکی از استادانی که بهترین شاگرد او بوده است بریم جلو بریم. البته من دیدم یکی اخیراً گفته است وقتی ما میگیم لا فتا الا علی یا وقتی بلند میشیم میگیم یا علی، منظورمون از علی یکی از نامهای خداونده. خب من چه حرفی گفته. ولی ما وقتی
می توانیم اینو نام خداوند بگیریم که رفته باشیم نزد خداوند و ببینیم که لا فتاح الا علی لا فتاح به علاوه فتاح به انسان ها گفته میشه و این جمله هم جمله ایست که روایات مختلف گفته شده بعضی ها می گفتن که در اون جنگ بدر که حضرت با کسی با کی جنگ میکرد شمشیر حضرت شکست یا شمشیر رو حضرت زدن شمشیر طرف رو پرتاب کردن به آسمون شمشیر خود حضرت شکست اون شمشیر چون شمشیر طرف خیلی مشهور بود ذوالفقار بود به دست علی گرفته شد غنیمتی بوده البته ما شیعه میگیم فرقی هم نمی کنه که در اون جنگ چون شمشیر علی افتاد جبرئیل از نزد خداوند ذوالفقار را آورد داد به علی و این ذوالفقار دو دم داشت شمشیری بعد یا دو تا شاخه میکشن ولی به نظر نمیرسه به اونجور باشه چون به غلاف نمیره به نیام نمیره شمشیری بود دو دم یعنی هم از این طرف میزد هم از این طرف این رو ما وقتی به علویت علی تسلیم بشیم و بیعت در واقع با امام زنده امام غایب و همین جور علی و دیگران بکنیم این شمشیر به ما هم میرسه به چه صورت؟ به صورت ذکر و فکر یعنی تمام حواجز نفسانی رو با ذکر و فکر قطع میکنیم دور میریدیم در البته نتیجه در واقع همه اخلاق ها اختیار روش معتدل روش متعادل روش متعادل هم در از قدیم سقراط تشبیه کرده به یه درشکه یا یه عرابه‌ای که دو تا اسب داره یه اسب تنبل میفته یه اسب میره جلو این خراب میشه سفر خراب میشه باید معتدل باشن هر دو اونی که خیلی چموشه برگرده اینه که تنبل بره اخلاق هم باید همینجور معتدل باشیم کما اینکه در خود همین پند ساله بعدن گفته خواهد شد مثلا بین شره و خمود بین جوب و تعور باید بینابین انتخاب کرد خداوند می‌فرماید به خطاب مسلمین لتکون امتا وسطا شما ملت و امت معتدل باش یا در جای دیگه‌ای در قرآن در اون داستان سه تا برادری که باقی داشتن نمیخواستن به کسی چیزی بدن میفرماید قال اوسطهم بعد اون معتدلشون این حرف رو زد البته معتدل اون چیزی نیست که ما فکر کنیم هر کسی
ممکنه اینجور تصور کنه که این کاری که من میکنم و این حرفی که الان من میزنم این نهایت اعتدال و امر الهی. در اینجا این اشتباه ممکنه بکنه، کما این که در هر مورد مثالی زدن اینجا اشداء و رحماء که گفتن اشاره به اون آیه قرآنه که قرآن میفرماید که این پیغمبر را قدرش بدونید. برای اینکه رحماء بینهم و اشداء علی الکفار، در بین خودتون خیلی رحیم و مهربانه. البته جای دیگه به یه عبارت دیگه می فرماید که میگن یه قلونه و اذنون، قل اذنو خیرون لکن، یعنی گوش به حرفتون میده. ولی اشد و علی الکفار، به موقع شدید و غضبناک بر کفاره. ممکن کسی اگر ما فقط به اختیار خودمون باشه ممکنه اشتباه کنیم، مواقعی که باید رحما باشیم اشداء باشیم، یا مواردی که باید اشداء باشیم جد رحما باشیم. به این جهت میفرمایند که باید به لطیفه ولایت متوسل شد که در این صورت اون آیه فالهمها فجورها و تقواها، خوبی و بدی و روشی که باید بگیرید در این صورت بهش الهام میشه. به این طریق باید ما بکوشیم که حق و حقیقت رو بر خودمون حاکم کنیم، از اقراض بپرهیزیم تا بتوانیم منصفانه تصمیم بگیریم و قضاوت کنیم. انشاءالله. Oh.
Oh,
بسم الله الرحمن الرحیم از جهت ترویح ارواح مطهره مقدسه جمیع انبیا و اولیا خصوصا حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی